برای بررسی بیشتر حمله موشکی به اربیل اینجا در استودیو همراه هستیم با شکریه برادوست، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل. خانم برادوست، تحلیل شما چی از اتفاقی که امروز افتاد و حمله موشکی به اربیل؟ ببینید، به نظر من اینجا جمهوری اسلامی چند تا پیام داره. پیامش تنها آمریکا نیست، پیام جمهوری اسلامی به من اونو در 4 تا مورد میتونم طبقه بندی کنم. یکی از موردش همینه که تشکیل دولت آینده عراق، به نظر من با اون نشستی که امروز هم داشتیم و پیامی که صدر اعلام کرد که هنوز هم داره سعی میکنه که حکومت اکثریت رو در عراق تشکیل بده و این با حضور گروه های کرد و سنی صورت میگیره، ائتلافی که باعث میشه که اولین بار گروه های قسمتی از گروه های شیعی که مورد حمایت ایران هستن در این حکومت جا نگیرند و این یعنی گروه های شیعی که ایران سعی کرده در قدرت باشه این از قدرت دور میشن، که این هم عواقب خودش رو داره برای ایران، که یکی از موردهایی که صدر همیشه در مورد صحبت کرده همون هشت شعبی قدرت نفوذ ایرانه، یکی از موردهای اینه. مورد دوم به نظر من نزدیکی که بین اقلیم کردستان و ترکیه و قطر هست، که میدونیم قراره که گاز از طریق اقلیم کردستان به ترکیه بره، بجز گاز اقلیم کردستان و نفتش که با ترکیه دارن توافق میکنن. مقامات اقلیم با ترکیه و قطر نشستهایی داشتن که قراره تأمین همین گاز و نفت و که یکی از موردهایی که با اوکراین و با جنگ اوکراین و بستن گاز روسیه برای اروپا این موضوعی که خیلی مهمه. موضوع سومش موضوع همین برجام بود که تا حالا به شکست برخورد کرده و متوقف شده و اینکه ایران میخواد نشون بده که رفتارش در منطقه عوض نشده، حتی اگر به نظر من اگر برجام هم توافق صورت بگیره، همون چیزی که گفته های آقای خامنه‌ای هم بود، این بود که اینا با اون رفتار یا اون بهش میگه یکی از پایه قدرتش در منطقه که همون نفوذ اینچنانی از حمله موشکی یا حمایت از گروه های میلیشیایی یکی از موردهاست. و مورد چهارمش من میبینم چیزی که به عنوان انتقام برای کشته شدن سپاهیایی که در سوریه کشته شدن توسط هواپیمای توسط حمله های نظامی اسرائیل. به نظر این مورد همیشه دست این پیام‌ها برای این همه اشخاص بوده در عراق و این به نظر من اگه بخوایم بگیم خب در این پیام‌هایی داشته حالا موفقیت‌آمیز خواهد بود یا نه، اول اینو بگم که به نظر من این حملات تشدید خواهد شد. یعنی تحلیل من این که این حملات تشدید خواهد شد و اینکه موفقیت‌آمیز بودنش موفقیت آنچنانی به دست نخواهد آورد. چرا؟ چون که ایران از یه طرف داره فکر می‌کنه چون که الان دنیا درگیر جنگ اوکراینه و آمریکا درگیر این جنگه، مطمئناً به این دلخوشه که اداره بایدن انقدر ضعف داره و درگیر اوکراین هست، نمی‌خواد جنگ دیگه‌ای رو شروع کنه و به همین خاطر ممکنه حتی جنگ اسرائیل هم صورت اسرائیل نخواد به آمریکا به ایران حمله کنه، که آمریکا نمی‌ذاره، که نمیخوادم داخل چنین جنگی بشه، این فرصت رو میبینه که چنین حمله‌ای رو بکنه و چرا نمیتونه موفقیت‌آمیز باشه؟ چون که این نشون میده که باعث میشه دولت بایدن هم اگه آمریکا بخواد امتیاز به جمهوری اسلامی بده نمیتونه چنین امتیازات راحت بده، چون که الان میبینیم که همین چند ساعتی که این حملات صورت گرفته خیلی از سناتورها کنگرسمنبرها اومدن و گفتن که این ایرانیه که شما میخواهید مثلا سپاه پاسداران از سرویس بیرون بیایید، این ایرانی که شما میخواهید تحریم‌ها رو بردارید و پول برای همین موشک‌ها بفرستید. یعنی دست بایدن رو حتی اینجا ضعیف میکنه که بخواد امتیاز بیشتر به ایران بده. خانم برادوست، به نوعی چند روز پیش بعد از اون حمله به سوریه ایران تهدید کرده بود اسرائیل رو به گرفتن انتقام دو افسر سپاه پاسداران که کشته شده بودن در اون حمله. آیا فکر میکنید که این اتفاق باعث نزدیک شدن اسرائیل و اقلیم کردستان بشه؟ یه نگرانی که همیشه جمهوری اسلامی داشته در طول زمان و گذشته. ببین، در این ادعایی که جمهوری اسلامی گفته من به خاطر انتقام دارم این کارو انجام میدم و میگه من مراکز آموزشی موساد رو زدم، خب داریم میبینیم راپورت ها، ما نه زخمی داریم نه چنین راپورتی هنوز از اقلیم کردستان یا از طرفایی که مربوطن به قضیه چنین معلوماتی بیرون نیومده که چنین هدفی مورد نظر شده باشه زده شده باشه. به نظر من اون به خاطر اون ضعفی که در سوریه دارن و نمیتونن انتقام آنچنان اسرائیل بگیرن، خب 100% ضعیف‌ترین رو در نظر میگیره و نزدیکترین به مرزهاشون و اون اقلیم کردستان و 100% ایران میاد ادعا میکنه که من مراکز موساد رو زدم. روابطی که بین ایران و اقلیم کردستان بعد از این رفتارهایی که داشته، به نظر من همون بعد از 2003 روابطی که ایران با دولت شیعی عربی بغداد نزدیکتر شده، باعث شده که گروهی مثل حزب دموکرات یا بارزانی که با ایران رابطه بهتری داشتن با پشت کردن ایران به ترکیه نزدیکتر شدن. یعنی اینجا ایران داره در
در هر دو منطقه میبازه، هم در عراق که داره قدرت گروه‌های شیعی کم میشه مقایسه به ایران، هم در اقلیم کردستان که قدرتش کمتر شده چون که با قدرت برتر اقلیم که گروه بارزانی هستن روابطش تیره‌تر شده و اینجاست که می‌بینیم که ایران در عراق داره بازنده رقابت‌ها میشه.